من مایلم بدونم که چرا نیویورک انتخاب شد، آیا اهمیت خاصی براش ما که انتخاب نکردیم، اجلاس مجمع عمومی و اجلاس سالانه و دعوت دبیر کل از بنده برای حضور در این اجلاس در واقع بود. خب حضور من در این اجلاس و سخنرانی من و اعلام مواضع دولت جدید اهمیت داره. اجلاس دیگری هست، اجلاس خلع سلاح، که اون هم من شرکت خواهم کرد و سخنرانی خواهم داشت. اجلاس دیگری هست برای کشورهای غیر متحده، البته اجلاس در سطح وزرای خارجه است، منتها در افتتاحیش من سخنرانی خواهم داشت. بنابراین سه سخنرانی مهم در نیویورک خواهد بود، ضمن اینکه جلسات متعددی خواهد بود در بخش‌های مختلف و مصاحبه‌ها، چند تا مصاحبه هست و همچنین دیدار با ایرانیان که فکر می‌کنم اهمیت خاصی خواهد داشت، مخصوصاً گفتگویی که با نخبگان سیاسی و نخبگان فرهنگی در اونجا خواهد. یکی از برنامه‌های دیگر ظاهراً تشکیل جلسه گفتگو با کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 در نیویورک است. تایید می‌فرمایید؟ البته ما با 5 به اضافه 1 که اونها خواستن مذاکرات با اونها شروع بشه، مقدمات کار از طرف ما آماده شده. اولش این بود که لازم بود من تعیین کنم که مذاکره کننده آیا مثل گذشته دبیرخانه شورای امنیتی مسئولیت خواهد داشت یا نهاد دیگری، که من مشخص کردم و اعلام کردم که وزارت امور خارجه مسئول مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. این قدم بود، قدم اولی بود که برداشته شد. قدم‌های دیگری نیز در زمینه مسئله هسته‌ای برداشته شده. من فکر می‌کنم از طرف ما کاملاً ما آماده ایم برای یک گفتگوی جدی با دنیا، هم با 5 به اضافه 1، هم با آژانس بین‌المللی اتمی. در چه چارچوبی آقای دکتر؟ آیا چارچوب تعیین شده یا همون چارچوب‌های قبلی است؟ چارچوب قبلی و جدید، ببینید، اون چه ما مد نظر ما هست اینه که جمهوری اسلامی ایران همه حقوقی که طبق مقررات بین المللی و مهمترین اون معاهده MPT هست، این حقوق باید حفظ بشه. هیچ کس نمیتونه ملت ایران رو از حق مسلم خودش محروم بکنه و یکی از حقوق مسلم ملت ایران هم غنی‌سازی در خاک خودش است، البته در چارچوب مقررات بین المللی با نظارت آژانس و صلح‌آمیز بودن. و از طرف دیگر حالا اگر کشورهای نگرانی دارن، نگرانی اونها رو ما میتونیم مرتفع بکنیم و در این زمینه ما دنبال اعتماد متقابل و احترام متقابل و حقوق برابر هستیم و چارچوب ما مقررات بین المللی است، NPT است، سیفگارد، پادمانه. مقررات بین المللی میتونه مبنای ما باشه، مخصوصا NPT، و من معتقدم اگر طرف مقابل اراده جدی داشته باشه، مسئله هسته‌ای در یک زمان نه چندان بلند قابل حل و فصل خواهد بود. فکر میکنید الان این اراده جدی وجود داره؟ چون خبرهایی است که بعضی از کشورهای 5 به اضافه 1 اعلام کردند که احیانا پیشنهادات و طرح‌های جدیدی در نیویورک مطرح خواهد شد. آیا این به معنای این است که اون خوشبینی در شما ایجاد شده نسبت به اینکه بشود اراده جدی رو در طرف مقابل دید؟ من البته هیچ وقت بدبین نبودم. در شرایط دولت جدید شرایطی است که حتما نباید بدبین باشیم، چون اراده کافی وجود داره، شیوه مناسب وجود داره، منطق قوی وجود داره در طرف ما، در طرف ما. اونها هم ما اگر ببینیم اراده جدی وجود داره و اونها هم میخوان مسئله رو حل و فصل کنن. ببینید در مسئله هسته‌ای پایان بازی باید بازی برد برد باشه، برد باخت معنا نداره. اون کسی که بازنده هست معنیش اینه که تحمل نخواهد کرد و ادامه نخواهد یافت. برای ادامه کار ما میتونیم بازی برد برد داشته باشیم. ما برای بازی برد برد آماده هستیم.
من فکر میکنم شروع این کار در نیویورک شروع میشه، حالا با ملاقات وزیر خارجه ما با وزرای مربوطه. بنده هم ملاقات هایی دارم، برخی از وزرای خارجه پنج به اضافه یک از حالا درخواست کردم برای ملاقات. بنابراین این کار آغاز میشه، شروع میشه، ما آمادگی داریم برای هر سطحی برای اینکه مسئله رو حل بکنیم. اما دنیا کاملا باید بدونه که این دوره زمانی برای حل و فصل مسائل هسته‌ای نامحدود نخواهد بود. ما یک دوره زمانی مشخصی داریم، از این دوره زمانی و از این فرصتی که ملت ما در این انتخابات به وجود آوردن، دنیا هم باید استفاده بکنه، ما هم از این فرصت استفاده میکنیم. انشالله امیدوارم ما قدم به قدم بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. آقای دکتر، یکی از محورهای مهم در سیاست خارجی ما شرایط خاص منطقه است، به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا که حالا شاید مهمترین بند اون تحولات جاری در سوریه است. در این زمینه بفرمایید که تحلیل جناب عالی چیست؟ منطقه خاورمیانه همیشه حساس بوده و الان حساس تر هست. منطقه با دو مشکلی که در واقع دشمنان این منطقه آفریدن مواجه شده. یک مشکل، مشکل اختلافات طائفه‌گری هست در این منطقه و یک مشکل، مشکل تروریسم هست. این دو مشکل کم کم دامن بسیاری از کشورها رو فرا گرفته و خب سوریه یک اهمیت ویژه‌ای داره برای منطقه. سوریه در خط مقدم مقاومت هست و در سوریه امروز شرایط تبدیل شده به یک جنگ داخلی. ما در اونجا طایفه‌گری میبینیم، افراط‌گری میبینیم، تروریسم میبینیم، مداخله خارجی میبینیم. همه اینها مشکلات رو دوچندان کرده و مخصوصا بهانه‌گیری اخیری که خب آمریکایی‌ها و حامیانشون شروع کرده بودن به بهانه مسئله شیمیایی، که البته ما استفاده از سلاح شیمیایی در هر کشوری، در هر منطقه‌ای، با هر شرایطی باشه ما محکوم میکنیم به طور قاطع، اما به این بهانه میخواستن مداخله خارجی رو شروع بکنن. جمهوری اسلامی ایران و دولت در این زمینه بسیار فعال بود، یعنی علاوه بر این که من مذاکراتی داشتم و پیام‌هایی داشتم برای سران بعضی از کشورها، وزارت خارجه ما، وزیر امور خارجه با بیش از 35 وزیر خارجه در این زمینه مذاکره کرد، گفتگو کرد، گفتگوی تلفنی، همچنین با سازمان‌های بین المللی. ما امیدواریم این تلاش‌ها کم کم به ثمر بنشینه. امید ما اینه که جنگی آغاز نشه. علامت‌هایی داریم مشاهده می‌کنیم و اگر ما موفق شیم که منطقه رو و سوریه رو از یک حمله نظامی دور بکنیم، به اعتقاد من قدم مهمی برای منطقه و ثبات منطقه همه ما برداشت. فکر می‌فرمایید با پیشنهاد اخیر روسیه و با نرمشی که در قبال این پیشنهاد در واشنگتن دیده شده و احیانا موضع‌گیری برخی کشورهای اروپایی، فکر می‌کنید خطر جنگ رفع شده یا باید فکر کنیم در آغاز رفع این خطر هستیم یا نه؟ احتمال این که این خطر کم شده باشه خیلی زیاد هست. البته هنوز 100% نمیشه در این زمینه حرف زد، اما ما هر اقدامی که یا هر ابتکاری که در سطح بین المللی برای جلوگیری از جنگ باشه و در چارچوب مقررات بین المللی باشه حمایت بکنیم. البته بحثی که امروز مطرحه و اون نظارت بر سلاح شیمیایی است، اصولا ما موافقیم. ما که با سلاح شیمیایی کلن مخالفیم و نظر ما اینه که کل منطقه از سلاح کشتار جمعی عاری باشه و از جمله سلاح شیمیایی. و میدونید جمهوری اسلامی ایران به این معاهده پیوسته، معاهده منع سلاح شیمیایی، و ما معتقدیم همه کشورهای منطقه باید به این مقررات و این معاهده بپیوندن و بنابراین هر تلاشی از طرف جمهوری اسلامی ایران بتونه انجام بگیره که مانع جنگ باشه این کار رو خواهد کرد. و اگر خدای نکرده جنگی آغاز بشه، ما
این جنگ رو در این منطقه بسیار خطرناک میبینیم، آثار بسیار مخربی خواهد داشت. اولش هم دامن اونهایی رو فرا میگیره که شروع کننده این جنگ خواهند بود، و البته ما همطوری که من قبلا هم اعلام کردم حمایت‌های نودوستانه خودمون رو به مردم سوریه انجام خواهیم. در بخش اقتصاد، کشور در شرایط رکود تورمی است. دلیلش هم آن است که هم بانک مرکزی هم مرکز آمار اعلام می‌کنند که رشد اقتصادی سال 1391 یعنی سال گذشته منفی بوده. چقدر بوده آقای دکتر؟ رقمی که مورد تایید شما باشه. البته بانک مرکزی رقمی رو اعلام کرده، مرکز آمار رقم دیگری رو اعلام کرده، ولی هر دو رقم در منفی بودن رقم رو به صورت منفی اعلام کردن. چقدر؟ میخوایم ببینیم آیا خیلی کم منفیه یا خیلی زیاد منفیه، نگران کننده هست یا نه، چگونه است؟ اون چه که مرکز آمار مال سال 91 اعلام کرده 5.4 هست و بانک مرکزی البته 6 ماهه اول رو به ما اعلام کرده بدون نفت که 2.2 هست. البته با نفت این رقم مقداری افزایش پیدا میکنه. تقریبا ما فکر میکنیم رقم بانک مرکزی خیلی نزدیک باشه به رقمی که مرکز آمار اعلام کرده. ارقام تورم هم همینجا بفرمایید، بعد نیست شاید ما در ارتباط با این رقم بتونیم. ارقام تورم نقطه به نقطه حدود 44% و تورم سالانه ما پایان مرداد 39% هست و این رقم رقمی است که نشون میده کشور از لحاظ تورم و از لحاظ رکود در یک شرایط ویژه‌ای قرار داره. وقتی کشور شرایطش رکود تورمی است، کار بسیار سخت میشه، چون اگر تنها رکود باشه با سیاست انبساطی ما میتونیم به جنگ رکود بریم، و وقتی مشکل فقط تورم باشه با سیاست انقباضی میتونیم تورم رو مهار بکنیم.